بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، شما رو به جلسه 74 می مضمون مدیریت مالی خوش آمدید میگم و خدا کنه که بحثایی را که ما شما تا این جلسه با هم دیگر داشتیم مورد توجهتان قرار گرفته باشه و از بحثا برداشتی لازمی و دقیق انشاءالله داشته بوده باشین. در جلسات گذشته ما شما در واقع روی تجزیه و تحلیل عمودی و تجزیه و تحلیل افقی که دو روش مهم و بود بحث کردیم و مثال های عملیش هم با استفاده از مثال کتابتان براتان داشتیم که شما انشاءالله مو بحثا را به شکل مشرش داشته بوده باشین و تفاوت بین تجزیه و تحلیل عمودی و تجزیه و تحلیل افقی در واقع بتانین که احساس کنین و نتیجه بگیرین از او بحث. میخواییم فقط به شکل خلاصه شما مراجعه کنین به جلسات درسی که ما شما داشتیم، اما یک تفاوت کلی را بین تجزیه و تحلیل عمودی و افقی باز براتان یادآور شوم که به ذهن شما بمانه. تجزیه و تحلیل عمودی را گفتیم که ما شما 2% شه، مثلا سال 2004 و 2005 که مثال کتابتان است، با یک بحث مورد نظر فیصدی را به دست میاریم. مثلا فیصدی پول نقد در کل دارایی های شرکت در سال 2004 را میبینیم و در سال 2005 را میبینیم و بعد یاره مقایسه میکنیم که خود پول نقد چقدر در دارایی ها سهم داشته در سال 2004 و این سهمش در سال 2005 چقدر است. ایره تجزیه و تحلیل عمودی میگن، اما تجزیه و تحلیل افقی ای است که ما شما در واقع تفاوت بین خود پول نقد از یک سال تا دیگه سال میبینیم. ایره با دیگه رقم یا با دیگه ارقام مقایسه نمیکنیم. مثلا خود پول نقد میبینیم که در سال 2004 چقدر است و در سال 2005 چقدر است و تفاوت از این را به فیصدی نشان میدیم و تحلیل میکنیم. فرض کنیم که در سال 2004 یک لگه دلار پول نقد موجود بوده، اما در سال 2005 یک لگه 10,000 دلار. یک لگه 10,000 یک لگه از پیشش منفی میکنیم، 10,000 دلار باقی میمونه. اینی 10,000 دلار با یک لگ مقایسه میکنیم که چند فیصد یک لگ دلار میشه که در سال 2004 ما شما داشتیم. وقتی که مقایسه میکنیم میبینیم که 10% میشه. بازی 10% طور تحلیل میکنیم که پول نقد ما شما در سال 2005 نسبت به سال 2004 10% افزایش پیدا کرده. خدا کنه که انشالله این بحث شما به طور کاملش داشته بوده باشین و تفاوت شما انشالله احساس کنین. بحث جدید ما شما تجزیه و تحلیل نسبت هاست. تجزیه و تحلیل نسبت ها. تجزیه و تحلیل نسبت ها یک بحث بسیار مهم و اساسی در بحث های مالی و تجزیه و تحلیل حسابات مالی به حساب میاد که با استفاده از تجزیه و تحلیل نسبت ها در واقع امو تصمیم گیرندگان یا رهبری کمپانی ها میتونن نتایجی را که میخواین از امورات یا از بحث های یک کمپانی در واقعیت را به دست بیارن و به نتیجه برسن. بحث کلی و اساسی تجزیه و تحلیل نسبت ها ای است که ما شما اعداد ارقامی را که در صورت حساب های مالی داریم، چی در صورت حساب ورقه بیلانس و چی در صورت حساب عواید، با استفاده از اونمو آمار ارقام به شکل نسبت اونا را استفاده میکنیم و نتیجهش به دست میاریم و بعد از به دست آوردن امور عدد نتیجهش باز ما شما تحلیل میکنیم که در واقع چگونگی امو فعالیت یا وضع شرکت نشان میده که شرکت ما شما در طی امو دورهای مختلفی که وجود داره چگونه فعالیت کرده و چگونه نحوه فعالیتش و یا بحثای کلیش کارکردش چگونه بوده یا از نظر نافیت اگه ما شما باز بحث کنیم و دیگه مسائلی که وجود داره. در قسمت خود نسبت ها یا ارائه نسبت ها اول بحث کنیم که ارائه نسبت ها مهم است، چون شما بعد از این ما شما وارد از این بحث میشیم و آشنایی کامل و لازمه باید با این داشته باشیم. ارائه نسبت ها به این معنا وقتی که ما شما نسبت ها به دست میاریم یا کار میکنیم، حاصل نسبت به کدام شکل نشان داده میشه.
ای حاصل نسبت ما شما میتونه به شکل فیصدی میتونه که حاصل نسبت ما شما به فیصدی ارائه شود. و چی معنا؟ مثلا فرض میکنیم که 1/2 ما شما داریم، این را ضرب 100 کنیم به فیصدی ارائه. 1 تقسیم 2 0.5 ضرب 100 50%. میتونه که به این شکل ارائه شود که در واقع به فیصدی برای ما شما نشان بده که خود وضعیت که ما شما در نسبت او را تحلیل میکنیم یا تجزیه و تحلیل میکنیم با کدام گونه است و با کدام فیصدی افزایش یافته و یا کاهش یافته. میتونه به قسم نسبت ارائه شود، یعنی یک بحث به نسبت دیگه بحث ما شما ببینیم که 1/2 مثلا یا به می ترتیب میتونه به این شکل هم ارائه شود، اما این شکل نسبتش کاربردش کمتر است، شکل ارائه فیصدیش و شکل ارائه دفعاتش کاربردش زیاد است و میتونه که به مراتب ارائه شود، یعنی 5 مرتبه، 6 مرتبه و غیره. خود حاصل نسبت ما و شما میتونه که به مراتب هم یا به شکل مرتبه هم ارائه شود و هر کدامش باز بر میگرده نحوه ارائهش با مو گونه که ما شما ای را استفاده میکنیم و گونه که در مون نسبت مشخص باز ما شما بحثش میکنیم و در واقع اینمی ارائه ما شما 50% یا به نسبت و یا مرتبه مفهوم خود پیدا میکنه که چگونگی مفهوم دیشه. باز ما شما میتونیم که در مون نسبت مشخص و نسبت مد نظر داشته باشیم که آیا مثلا اگه به مرتبه نشان بتیم مفهوم میگیره یا نمیگیره، یا اگه به شکل نسبت ما شما ایر نشان بتیم مفهوم خود می داشته باشه یا نمی داشته باشه، و یا اگه به فیصدی نشان بتیم مفهوم خود می داشته باشه یا نمی داشته باشه. این بحث به خاطر اینجا براتون یادآور شدم که بعد از اینکه ما شما در نسبت ها کار میکنیم باز شما در ذهنتان نبیه که چرا یک جای فیصدی است، یک جای نسبت است و یک جای مرتبه است که مثلا 6 بار یا 6 مرتبه یا 50%، 60%. خود خاصیت نسبت های مالی طوری است که به اساس عموم موارد به فیصدی نشان داده میشه یا به مراتب نشان داده میشه و یا به نسبت نشان داده میشه. مطابق به منطق فرمولیکی و یا منطق از نسبت مشخص ما شما میتونیم که یکی از این موارد انتخاب کنیم و حاصل نسبت خود با اینا نشان بدیم. خدا کنه که بس شما رویش تمرکز داشته بوده باشین و انشالله از یک برداشت کلی صورت گرفته باشه برای باز کردن بیشتر از این بحث ما شما انشالله باز مثال های عملی را زیادتر کار خواهد کردیم. بحث دیگه که مطرح است ما شما باید دوره داشته باشیم در قسمت تجزیه و تحلیل نسبت های خود پیش از اینکه بریم وارد بحث های تجزیه و تحلیل نسبت شویم باید این را مشخص کنیم نحوه خود به دست آوردن نسبت است که ما چگونه به دست میاریم و یا چگونه میرسیم به مرحله حاصل گرفتن و یا نتیجه گرفتن از نسبت مالی خود که ایره ما شما میخواییم براتون تحت بحث مراحل استفاده از نسبت های مالی یک بحث داشته باشیم. مراحل استفاده از نسبت های مالی میخواییم این بحث هم بر شما برسانیم که کدام مراحل ما شما در پیش رو داریم تا که به یک نتیجه از نسبت های مالی خود برسیم و اون نتیجه را فرا بگیریم. اولین مرحلهش انتخاب اعداد ارقام از صورت حساب های مالی است. که انتخاب ارقام میتونه از صورت حساب عواید باشه و یا میتونه که از ورقه بیلانس باشه. اولین مرحله اینمیست که ما شما باید انتخاب کنیم
اعداد ارقام و اساس نسبت تعیین شده که ما شما بعدا باز انواع نسبت می خوانیم و این بحث براتون آشنا میشه. خب قبل از او این بحث باید باز کنیم که ما شما کدام ارقام در واقع امرایش مواجه استیم و روبرو استیم با انتخاب و ارقام صورت بگیره و ارقام انتخاب کنیم. در مرحله اول مهمترین مرحله و آغاز مرحله در واقع انتخاب ارقام است. مرحله دومش انجام عملیات ریاضی کیست. بعد از اینکه ما شما انتخاب کردیم ارقام، باز میبریم به نسبت. در نسبت مشخص است که ما شما اونمو تقسیم بسیار عادی و ابتدایی را که یک بحث عادی ریاضی است روش انجام میدیم و بالاخره نتیجه خود به دست میاریم. یعنی مرحله دومش در واقع انتخاب ریاضی است یا انجام عملیات ریاضی کی است روی اعداد ارقامی را که ما شما به دست آوردیم. و سیومین مرحلهش وقتی که ما شما بعد از انجام عملیات ریاضی نتیجه را به دست آوردیم، اینال این نتیجه خود را مقایسه میکنیم با موارد دیگه که ما شما او را یا از قبل تعیین کردیم یا مواردی را که ما شما میخواییم در حقیقت امی نسبت خود با او مقایسه کنیم و یا در واقع با کلیات شرکت خود مقایسه میکنیم که نسبت به وضعیت کلی ما از یک سال تا سال دیگه و یا نسبت به وضعیت کلی ما در صنعت مورد نظر چقدر تفاوت آمده. پس برای اجرا و استفاده از نسبت های مالی این سه مرحله را ما شما در پیش داریم که بعد از اینکه ما شما بریم وارد بحث های عملی نسبت ها شویم با اینا زیادتر سر کار خود داشتیم که انتخاب ارقام از صورت حساب های مالی است، انجام عملیات ریاضی کی بالای ارقام به دست آمده است و مقایسه نتیجه به دست آمده با بسای مورد نظر ما شما که ما شما کدام بسا را می خواهیم که از او داشته باشیم و او را ما شما به نتیجه برسانیم. بس دیگه در قسمت مقایسه نسبت های مالی است که عموما با سه بخش نسبت های مالی مقایسه میشه و این را باز ما شما مد نظر باید داشته باشیم. با عملکرد گذشته شرکت مقایسه میشه، با استانداردهای بین المللی و معیاری و استانداردهای قبول شده مقایسه میشه و با اصول پذیرفته شده کشورهای مختلف و متفاوت مقایسه میشه که ما شما به هر کدامش که امو پالیسی و سیاست شرکت ما در واقعیت باشه میتونیم که مقایسه خود انجام بدیم و او را به نتیجه برسانیم. آل بحث های نسبت ها را ما شما تا اندازه زیاد باز کردیم، میریم روی مهمترین بحث که انواع نسبت های مالی است. انواع نسبت های مالی مهمترین است و ای به اساس امو بحثی که ما شما میتونیم داشته باشیم میتونیم که هر نوع نسبت خود جداگانه باز برش مفهوم میشه به دست بیاریم.
چهار نسبت عمومی مالی را ما شما باش سر کار داریم و هر کدام از یا مفاهیم خود داره که نسبت های نافیت یا سوداوری است پروفیتبل است ریشیو و بعد از این نشان دادن نافیت شرکت تای دورای مشخص است که انواع گوناگون خود داره که ما شما باز با ورود به بحثش انشالله میتونیم موره بخوانیم نسبت سیالیت یا لیکویدیتی رو شیوست که وضعیت سیالیت یا نقدینگی شرکت نشان میده و یا نسبت های مختلف داره نسبت های بدهی یا قرضه و یا لیوریج ریشیوست که وضعیت پرداخت های دراز مدت قرضه شرکت نشان میده که در کدام وضعیت قرار داره و نسبت مارکت سرمایه یا فعالیت که اکتیویتی ریشیوز ای برای ما شما نشان میده که خود مدیریت دارایی ها در کمپانی چیگونه است یعنی فعالیت کمپانی در کل با کدام سمت و سو میره آیا نتیجه مطلوب داره و یا نداره هر کدام از یار ما شما با جزئیاتش و با نسبت های جداگانش در جلسات بعد انشالله بحث میکنیم و بحث رویش انجام میدیم تا جلسه بعد خداوند یار و مددگارتان